است. خب ببینیم جاوا اسکریپت چیه، جی کوئری چیه. این همه میگیم جی کوئری، جی کوئری چیست؟ بسن بخون اینو. اینه تزنده نیست، باش دوستش بخون. یک کتابخانه جاوا اسکریپت هست که فرمایش اسناد STPL رسیدگی به رویدادها متحرک‌سازی و تعاملات AJAX و به منظور توسعه سریع وب تسلیم می‌کند. جیکوئری به گونه‌ای طراح شده است تا روشی که با آن جاوا اسکریپت می‌نویسه تغییر دهد. جیکوئری یک چارچوب جاوا اسکریپت است که هدف آن آسان ساختن استفاده از جاوا اسکریپت در صفحات طراحی وب سایت شماست. یه مهم میشه، میگه جاوا اسکریپت جیکوئری چیه در هرگه؟ همون جاوا اسکریپت گوگل نشسته یه توابعی رو واسه چی نوشته، جیکوئری نوشته که شما میخواید بزنید که بگید ببین استفاده از کدهای جاوا اسکریپت رو در صفحه چیکار کرده، آسونش کرد. خب جیکوئری همین خیلی جدی که بحث ایجکس و گرافیک سازی استفاده میشه. یکم بیستیم جیکوئری چی هست؟ هی میگن این همه جیکوئری جیکوئری، اما این ها نمیخونید، به گوشتون نمیخونه، بعد یه دفعه بهتون میگه کسی جیکوئری، میگید آه جیکوئری چی؟ میگه جیکوئری چیزی نیست، بازی کردنه. اینا که ما داریم درس بدیم این تتازه راسته داره کیف میکنی، نه بازی میکنیم، اینو میزنن اینو کپی میکنم توضیح میدم. وب این نیست ها، شروع میکنیم وب رو میخونیم متوجه میشید وب چه قسمت رو داره. خب بعد همین جیکوئری میبینید، این جیکوئری. خب اول باید برید نگاه کنید جیکوئری رو دانلود کنید. نگاه کنید مینویسید توی وب زیر همی صفحه دیگه دانلود جیکوئری میزنید، میگه دانلود the compress production چی؟ جیکوئری. اینو میزنید دانلودش میکنید. جیکوئری رو چکار کرد؟ براتون آبا ببینید جیکوئری 3.2.1 مین داد جی اس. ببین این یه نسخه دیگرش هم هست، اینه بسیم این دوتا رو بیارم مصافی که ببینید جیکوئری. گفتم دیگه یه سری چیه؟ کدهای جاوا اسکریپت که مثلا کتاب خونه در اومده. دوتا نسخه داره، یکیش مینه یکیش چیه؟ یکیش یعنی کمپرس شده یکیش کمپرس نشده. نگاه کنید این سایزش 84 کیلوبایته، این سایزش 264 کیلوبایته. این با این چقدر فرق میکنه توی سایز؟ 3-4 برابر فرق میکنه، یعنی باز شدنش 3-4 برابر یکی چیه؟ طول میکشه. بی نسخه هست نمه نده مینیموم ده بی نسخه از معموله، مینیموم کمپرس شده بوده بو بیسه معموله ده بو اوی که آه کنار دو ببینید دو در دو در نسخه هست وحش دیگه برمیگرده تو زبان دیفالت مادری. خب ببینید بعضی وقتا من تو کودی هم گاتیش میشه ها، نگران نباش، بعضی وقتا ببینید تو کلاس کودی هم صحبت کردم. خب ببینید جیکوئری 3-2-1 جیکوئری چی؟ 3-2-1 مینیموم. نگاه کنید
ما دو تا نسخه داریم، یه نسخه معمولی شو داریم، این واسه برنامه نویساز توابش به یه شکلی نوشته شده میتونه درکش کنه، نگاه کنه تابه تابه نوشته شده، یه نفر برنامه نیست بتونه خودش توش رو باز کنه ویگاهشش کنه مشخص. اما اینو باز میکنم نگاه کنی مینیمومو یه جوری پشت سر هم نوشته شده، هیچی متوجه تو میتونی درکش کنی کلان چی همه چیز. خب این چه فرقی با اون یکی داره؟ این نگودش از این یکی سریع تره، اگه میخواید فقط ازش استفاده کنی بهتر از استفاده کنی مین، چون رودش سریع تره. بعد این یکی هم اگه بخواد خودتون دیوروب کنید، خودتون توشو باز کنید، روش کار کنید، بهتره از این نسخه چی استفاده کنید؟ آن کمپرس شدهش استفاده کنید. خب نحوه استفادهش تو چه شکلیه؟ من یکیش استفاده کنم ببین. ببین این کارو خیلی آسون کرده. شما میخواستید یه ارمانی رو توی جاوا اسکریپت تو صفحه پیدا کنید چیکار میکردید؟ میگوشیم document.get element by id نمیدونم مثلا demo dot مثلا فرانتی چیزی این یه dot html شد مثلا، بعد مصیبت بود دیگه، یه خط حرف میزدیم تا یه چیزی رو انتخاب کنیم، درسته؟ همین کار ببینید تو جیکوری به چه شکلی انجام میشه. مینویسید $p تمام شد، پی چی میشه؟ مثلا انتخاب میشه به راحت نکن $p تگای پی انتخاب شد، میگی $p dot click مثلا یه فانکشن براش مینویسی، مثلا این گا ببینید یه چیز نوشته میگه میگه روش کلیک کنی دم بشه، تو همینو بخواد تو جاوا اسکریپت بنویسی 20 خط میشه. اینجا چه شکلی رو به راحتی چیکار کرده نوشته ببین من توضیح میدم مثلا ببینی کاربردشو. خب نحوی اول میخوام اینو الان میخوام خودمون استفاده کنیم، نگاه کنید تو این پروژه‌ای که شما نوشتید من میخوام اینو بذار پاک کنم، اینا رو میخوام یه فایل HTML درست کنم از این جیکوئری توش استفاده کنم. کانتر اسم میکنم، اسمشو می‌نویسم سم جیکوئری. خب همین کدو میارم کنترل سی. خب نگاه کنید فقط دیگه ما این جی کوئری کردن داریم اینجا کجا بود اینو این کمپرس شو گفتم استفاده کنید مینه شو کپی میکنید تو پروژهتون میادید راست کلیک ادیت سلام هم هست راست کلیک ادیت سچه پیس نمیارید کجاش پروزد احسان؟ اینو میارم کپی تو سی این تاب دبی دبی بود اینجا توی احسان سایت درسته؟ یه پوشه براش بسازی برای اینکه قابل درک بشه یه جی گوهری براش بسازید پوشه بسازید کپیش کنید توش. من جی گوهری رو کپی کردم اینجا آره میخوام ازش استفاده کنم، بزنی یه رفرش کنم این بیاد اضافه شد، نگاه کن جیکوری بهشتی شد اضافه شد اینه ها. خب ببینید میخواید گفتم جیکوری نوعی چیه؟ جاواسکریپت هستش دیگه دوستان درسته؟ خب میگه به اسکریپت سورسش رو بهش میدید، خب سورس ما مسیرش با این فهم میکنه چون تو اینترنت بود ما بس سورس خودمونو بگیم کجاست؟ میگیم توی جیکوری اینه ببینید بگیم جیکوئری ما کجاست؟ تو پوشه جیکوئری جیکوئری 3.2.1 داد مینجیز همیشه هم سعی کنید از آخرین ورژنش استفاده کنید، همیشه از ورژن آخرش. خب مینم استفاده کنید. خب ببین الان ما اینو زدیم، من میخوام این کار کردشو بکنم روی همین چیز کار کنه، اگه نشد من برم از رو کار هست بزنم. خب ببینید آره کار دو. نگاه کنید خوب یه جیکوئری اینه که دیدید جاوا اسکریپت رو من اجرا میکردم خطا میداد، تو جیکوئری این کار انجام نمیده. چرا؟ چون جیکوئری خودش یه سری توابع استانداردی که نمیتونه به سیستم تخریبی ایجاد کنه، معمولا واسه انیمیشن و رنگ و این کارا نوشته شده، یعنی واسه گرافیک سایت و فراخوانی ایجکس و اینا نوشته شده، چیزای مخرب توش نیست. بخاطر بروزرها به جیکوئری اجازه اجرا میدن
مثل جاوا اسکریپت نیست جلوشو بگیرن. اون نمیتونی کار مخربی با جی‌کوئری انجام بدی. خب نحوه استفاده از جی‌کوئری چی هستش؟ شما اگه بخواید از یک کد جی‌کوئری استفاده کنید، می‌نویسید دوراک داکیومنت دات رید، ببینید اول جی‌کوئری رو توی هید صفحتون چیکار می‌کنید؟ رود می‌کنید. بعد میاید نگاه دوباره یه تگ اسکریپت باز، این تگ اسکریپت باز یه تگ اسکریپت بسته، چون گفتم کدا چی هن؟ جاوا اسکریپت هن دیگه. جاوا اسکریپت رو بخوای کار کنه باید داخل دوتا تگ اسکریپت بذاری، یه تگ اسکریپت باز میذاری یه تگ اسکریپت بسته. بعد اینجا کد جی‌کوئری رو که میخوای توش چیکار میکنی؟ مینویسی. الان میخونیم اینا چی هستن و اصلا ببینید نحوه تعریفشون. خب این مثلا اینجا گفته، بریم استپ بای استپ که توضیح بدم نحوه استفادهش هم الان توضیح. نحوه دیگه چطوری آوردم توی سایت دیگه، یه پوشه درست میکنید جی‌کوئری رو کپی میکنید تو اون پوشه، میاد تو هید مینویسی اسکریپت سورس جی‌کوئری رو چیکار میکنید؟ روتش میکنید. خب ماهی کیه؟ جی‌کوئری ماهیتش ماهی کیه؟ گوگل. اول گوگل نوشته میگه میتونی از این مسیر هم چکارش کنید، دانلودش کنید، این تو امتحان میاد CDNG. ببین یه سری مثلا میبین نوشتیم HTTP Ajax Google Ajax Library جی‌کوئری مثلا این مسیر نگاه ببین میگه CDN. دیدید تو بعضی از سایت ها این تو این استفاده میشه؟ ببینید مثلا من تو URL بزنم نگاه کنید ببین میگن چی؟ CDN. یعنی من نمیخواد خودم اینو بذارم تو سایتم، حتما لازم نیست. میتونید اینو از یک سری سایت های آماده چیکار کنید، دریافت و اجراش کنید که بهش میگن چی؟ آره امتحان سوالش همینه. من بعضی سوالایی که تو امتحان میاد بهتون میگه، میگه که اگر ما نخواهیم جی‌کوئری رو خودمون دانلود کنیم و بذاریم توی سایتمون، بخواهیم در پروژه های ایجکس از جی‌کوئری استفاده کنیم، از کدوم روش استفاده میکنیم؟ روشش چیه؟ CDN. همین خط رو تقریبا عوض میکنید. این سوال امتحانی. یکی کمی توضیح میده که شما مثلا از مثلا فکر کنید مثلا موضوع سخت شده، میگه ما یه سایتی داریم توش میخوایم از تکنولوژی ایجکس استفاده کنیم و جی‌کوئری استفاده کنیم، بعد میگه که اگر به خاطر اینکه مثلا به صورت یک سرور هستش که نمیتونیم روش جی‌کوئری رو دانلود کنیم، پیشنهاد شما این از کدام یکی از موارد زیر استفاده کنیم؟ جوابش چیه؟ CDN. این چرا در امتحان میاد؟ گفتم جی‌کوئری در امتحان نمیاد، اما چون در ایجکس جزء سرفصل‌های آزمونتون هستش، در زیر مجموع سرفصل‌های ایجکس این چون استفاده میشه، این مطرح میشه بعضی وقتا این سوال امتحانه. خب اینم از این. خب دو تا سی دی ان معروف داریم، یکیش ماره چیه؟ همیشه این گوگل ای پی از همشون سریع تری از این استفاده کنید که بخواید تو اینترنت باشه سایت. یعنی مثل یعنی یا من اینو اینطوری باید بذارم یا باید اون ایجکس رو چکار میکردم ببخشی میگم اینو، یا جی‌کوئری باید دانلود میکردم میذاشم تو پروژه خودم، یا هم اگه دانلود نکنم باید این سی دی انش رو اینجا چکار کنم، بنویسم که خودش بره از اینترنت اینو چکار کنه، رود کنه، وقتی سایت باز میشه بره از اینترنت خودش اینو رود کنه برامون بیاره. متوجه شد این قسمت چه سی دی انو؟ ببین این گبرن تو، من یا باید این کار کنم نگاه کنی، یا این کار رو باید بکنم، یا بیام به جای این چی رو بنویسم اینو. بیم میگن چی CDN؟ این وقت رود بشه میگه سایت نیست این جی‌کوئری رود میکنه، یا من باید خودم دانلودش کنم بذارم تو سایتم که شما از روش اولی که من گفتم استفاده کنید. سایتش زیاد میشه چون تو سایت خودم، اون میگه سایت میگیم تو سایت خودم. برای بس صورت پایین میشه، بعد ممکنه یه جایی باشه اینترنت نباشه، توی شبکه اینترنتی که به اینترنت وصل نیست از CDN استفاده کنی، خب نمیتونه بری دانلود کنه. مثلا ادارات ما تو یه سایتی نوشتی بردی تو ادارات گذاشتی تو اینترنت، نه تو اینترنت، خب اینترنت به اینترنت دسترسی نداره و کار نمیکنه، بهتره تو ریسورس خودت باشه. خب ببینید داره سینتکس چی رو توضیح میده. میگه
اگه بخوای یه چیزی رو انتخاب کنید باید از دستور چی استفاده کنید؟ دوگاه اینجا چی رو می‌نویسید؟ سلکتور رو دات چی رو می‌نویسید؟ اکشناتون رو مثلا می‌نویسید دوگاه دیس. دیس یعنی اون چیزی که من انتخاب کردم. اون چیزی که من انتخاب کردم میشه چی؟ دیس. ببینه هاید دی کارنت element، یعنی اون چیزی که من روشم. ببین دیس یعنی اون المانی که من روشم. اگر دقت کنید خیلی استفاده از جیکوی راحت شده. با یه دونه دلار اکشن موضوع حل کرد. ببینید این دلار دیس میگه یعنی مثلا اون مثلا من الان این خود مثلا فکر کنید من الان روینم. این چی میشه؟ مافسم. این میشه دیس من. میگه روشه دیس من. مثلا رفتم روی زمین این میشه دیس من. رفتم روی میشه دیس من. اونی که روشم میشه کارنت. نکری نکنم مثلا روشم بگم اون یعنی کارنت من میشه. نه ببین مثلا ببین الان تو دوتا کلیک کنی یا بری روی یه چیزی وایسی این میشه کار، یعنی ببین روی ویوی پیج تو روی یه المانی الان تو صفحه هستی، به اون المانی که روش هستی بهم میگن کارنت، یعنی جای المان جای ما. خب ببینید می‌نویسه دورا دیس. ببین من هدفم اینه که بگم اینجا سلکتور میذاره، این وسط سلکتوره، این چیه؟ اکشن ماست. مثلا اینجا اکشن چی استفاده کرده؟ هاید. نوشته اینی که اینجا انتخاب میشه هایدش کن. دیسک شد کارنت. پی چیه؟ تگ های پی صفحه اگه روشون کلیک شد چی بشن؟ هاید بشن. خب الان این دوتا هر کسی این دوتا رو توضیح بده بهش یه مثبت میده. یک کلاس پیست آف یعنی چی الان کلاس تست آیدی اسمه چه خب ببینید های همسزاده درست کن. یادتونه تو CSS ما دو نوع تعریف استفاده از CSS داشتیم. یکی این بود که میمدیم مثلا به پی یعنی آیدی میزدیم مثلا دمو و هم میفتیم شارپ توی کلاس توی استایل میخواستم تعریف کنم چی نوشتم اولش شارپ مثلا اسم اون آیدی رو می نوشتم بعد توضیحات رو می نوشتم بعد CSS یا می خواستم کلاس تعریف کنم چی می نوشتم داد مثلا داد اسم کلاس خصوصیات رو می دادم می تونستم به هر المانی هم بخوام این CSS کلاس رو چی بدم اختصاص بدم. این میگه اگر مثلا اول نوشت دورا کلاس تست همه المان هایی که از تست استفاده شده تو صفحه یه دفعه چی میشه مخفی میشه. مثلا شما 10 تا مثلا 10 تا المان دارید از کلاس تست استفاده کرده. وقتی روش کلیک مثلا کلیک کنید هر المانی که کلاسش تست باشه اصلا چی میشه؟ مخفی میشه. مثلا شده؟ یا مثلا دورا شارپ تست. این وقتی یک المانی رو که آیدیش تست باشه اصلا چیکار میکنه؟ مخفی میکنه. یه دونه شو المانش آیدیش مثلا تست از صفحه چی میشه؟ مخفی میشه. اما نحوه این کجا باید اینو بنویسید؟ اینایی که میخواد شما کدای جیکوی رو بنویسید کجای باید این کد بنویسید؟ حتما باید از ببینید اولش باید ببینید document.ready function این ثابته، یعنی این عبارت ثابته رو باید بنویسید، هر چی میخواد وسط این باید نوشته بشه. تگ اسکریپتش هم فراموش نکنید. اول یه تگ اسکریپت باز، یه تگ اسکریپت بسته، بعد دورا document.ready function پرانتز باز و بسته، آکورات باز و بسته. کد جیکوئری تو اینجا می‌نویسید. هر جیکوئری که دلتون می‌خواد اینجا باید چیکار کنید؟ بنویسید. خب. سینتکس رو توضیح میده دیگه. میگه به صورت خلاصه هم میتونید بنویسید. همینم هم بنویسید خطا نمیده. میتونید هم به صورت دلار فانکشن بنویسید. من پیشنهادم اینه کامل بنویسید چون روی بروزرهای موبایل روی بروزرهای چی؟ موبایلتون، نه که تو کامپیوترها، تو کامپیوتر کروم، نمیدونم فایرفوکس، نمیدونم آیی خودمونه، درسته؟ دنیا کار میکنه یا تو گوشی توی کروم و فایرفوکس کار میکنه. دیدید بعضی گوشی ها خودش یک بروزر دیفالت دارن؟
تو بچه مایده های دیگه صفایی نه صفایی نه که نشون نه مثلا خود میبینی گوشی ها مثلا هواوی ها خودشون یه بروزر دیفالت دارن یا سامسونگ خودش یه بروزر چی داره دیفالت داره روی اینا کار نمی کنه اگه کامل ننویسید من از گوشی تو سامسونگ داره کسی اینجا خود سامسونگ نگاه کن خود سامسونگ یه بروزر دیفالت داره خودش ها اینترنت دیگه میزنه اون یا مثلا هواوی خودش یه برو... تو اینا کار نمی کنه اگه اینو بزنید خلاصه بنویسی کار نمی کنه جی پی ببین همینو داره توضیح میده یه خلاصه‌شو توضیح داده نگاه کنید من اینو براتون اجرا کنم در کن. خب این که خودتون فهمیدید اسکریپتو داره رود میکنه که چیز خاصی نیست این قسمت هم که گفتیم باید باز همشون نوشته بشه تگ اسکریپت باز و بسته هم باید داشته باشیم تا اینجا که یعنی همش باید باشه نگاه کن اینو مینویسید اینم مینویسید اینو مینویسید اینم نوشته میشه میگم ما این قسمتمون اصل کار کدومه اینه خب الان دو بار باتن یعنی چی؟ باتن های صفحه انتخاب شد دات این چیه؟ کلیک چیه؟ اکشنشه میگه وقتی روی باتن های صفحه کلیک شد فلان فانکشن اجرا بشه یه فانکشن تعریف کرده خودش گفته چیکار کن؟ همه تگ های پی صفحه رو چیکار کن؟ آیدش کنه یوش کلیک کنم همه تگ های پی چی شدن؟ مخفی شده ببینید تو اول اینو ولش کن اصلا ببین اولین کاری که باید بکنی یه تگ اسکریپت باز یه تگ اسکریپت بسته این رود کردن جیکوئریه این که کاری نداره یه تگ اسکریپت باز و بسته میذاری که میخوای شروع کنی اینو بنویسی document.ready function تا این قسمت بسته اینا در همه صفحات اگه هر جا بخوای از جیکوئری استفاده کنی تکراری هست میمونه این قسمت نوشته دلار باتن درسته دات کلیک مگه نگفتیم این کارش بهش میگن سلکتور میاد در صفحه یه چیزا رو سلکت میکنه این چیه اکشن میگه دست روی باتن ها اگر کلیک شد چیکار کن یه کاری انجام بده نوشته اینجا چیکار کن دوباره برو المان های پی صفحه رو انتخاب کن چیکارش کن هایدش کن چیکار؟ آره ببین اسم نمی این ببین این وقتی اسم ندی یعنی این اجرا کن استانداردش اینه اسم نمیدی بهش خلاصه نمیشه اسم بهش نم حتی بعضی وقتا ببین فکر کنم فانکشن هم ننویسی هم کار میکنه بذار تستش کنیم دیگه فانکشن رو پاک کنم اینا تگای پی مونه دیگه نگاه کن بذار دوباره اجراش کنم اینو صفحه ها ببین ما سه تا اینجا تگ پی داریم میگه این تگای پی رو این که ببین H1 H2 این مخفی نمیشه این تگای پی که این پایین صفحه هستش که این this is paragraph this another paragraph اینا وقتی من روی کلیک میکنم چی میشه مخفی میشه خب میخواید امتحان کنید اینو بیارید با جاوا اسکریپت بنویسید اگه رو 20 خط تونستید بنویسید اینو خیلی سخته با جاوا اسکریپت نوشت همینو بخواید تو جاوا اسکریپت بنویسید 20 خط باید باش کد بنویسید در اینجا با یک دلار پی دات هایت همه پی ها چی میشه مخفی میشه دلار باتن دات کلیک انتخاب میشه مثلا واسه کلیکش خیلی آسون شده جی کوئری فریم ورک دیگه یه فریم ورک ساده شده است خب یه مثالی از آیدی آورده گفتیم آیدی واسه چیه همونی که توضیح دادم داره با مثال بهتون چیکار میکنه توضیح میده نگاه کنید اینجا یه پاراگرافی این پاراگراف آیدیش چیه؟ تسته اینجا اومده میگه فقط پاراگراف تست مخفی بشه پاراگراف چی؟ اونی که آیدیش تسته من اگه کلیک میکنم فقط کدوم پاراگراف مخفی شد؟ اون پاراگرافی که آیدیش چی بود؟ تست بود الان کلاس رو توضیح میده ببین پایینش میگه دات کلاس ببین اومده نوشته اچ دو کلاسش چیه؟ تسته H2 کلاسش تسته مثلا تست هم یه CSS که قبلا شده تعریف شده درسته؟ الان میگه که دات تست ها رو مخفی کن اونایی که کلاسشون تسته چی میشه؟ H2 ها مخفی میشه بقیه چیه؟
میمونه نگاه کن اچ دو هم مفیش بگه هم کلاس به کار بردن اینجا چجوریه؟ ببین شما جایی هستی که ما کلاس ها رو دست داشتیم نبوده بخواه همین دارید درکش نمی کنید. ما یک رهوه تخصیص CSS به المان های صفحه دو نوع هستش. یکی هستش که آیدی بدیم بیام به اون آیدی CSS اختصاص میدیم، یکیش هستش کلاس تعریف کنیم تو هر المانی که میخوام از این کلاس استفاده کنیم. جلسه CSS از بچه ها بگی فیلمش رو توش کامل یک نیم ساعت نه اینو توضیح بیشتر از نیم ساعت فکر کنم توضیح دادمش، چون گفتم خیلی مهمه بگم چه دقیقی نه توضیحش دادم. بچه ها بگی نگاه کنی اونجا گفتن دیدی دیگه، اگه اون اونجا یاد نگرفته بود اینجا اصلا نمیفهمی یعنی چی کلاس نوشته آیدی نمیشه به چه دردی میخوره. مطمئنم اون آقای چیز فهمید چی بود از آقای حمزه زاده به پست بهت یاد بده چون بلدی از من جواب این سوالی که تونست بگه مطمئن باش که بلدی. خب این از خب ببینید میگه که سلکتور رو داره توضیح میگه، میگه اگه ببینید دو استار یعنی چی همه رمان های صفحه دیس کارنت. خب بچه دو دو پی دات اینترو یعنی چی؟ بچه دقیق کنید این در امتحان میاد ها. این چه من تو آقای امتحانی دارم تو اینجا بهتون میگم و فردا تو امتحان میاد میگه که آقا اینو مثلا ما نگفته بیم. من در سوال امتحانی ها بهتون میگم نگاه کن می نویسه یه توضیح میده اما نقطه پوینتی که میتونی مثلا باش حل کنی نه نوشه دو پی دات اینترو این معنی چیه؟ هر کسی گفت نه ده برعکس گفته آفره. این ببین تگ های پاراگرافی که کلاسشون چیه اینتوره. یه دیگه برگیش دیگه مثلا این همه دیگه پیشرفته نمیده اینو یاد بگیر این مهم برگیش زیاد بس ما مهم نیست. خب ایونت هاشو بریم یا ایونت ها یا همون اکشن هامون مثلا ببینید کلیک دابل کلیک مافس اینتر مافس گیر و یعنی روش بره ازش خارج بشه اینا هستن. خب بذارم نمونه گذاشته واسه این. خب همون دیستات هایی ببینید میگه اگه شما الان این کلیک کنید و هر کدوم که کارنت میشه اینو چیکار میکنه مخفی میکنه. این هم گفته بودم بهت. خب دابل کلیک نگاه کن این دفعه گفت چه بهم چی نوشه گفت آماده شد اگر روی پاراگرافی دابل کلیک شد اون پاراگراف چی بشه هاید بشه. یه با کلیک کنم مثلا نده اما دابل کلیک کنم چی میشه مخفی میشه. دو با کلیک کنم چی میشه مخفی میشه. آره الان میخونیم هاید الان میخونیم از پایین بیاره بالا ببره انیمیشن بدیم گده خوشگلی میکنه الان بهت میگم اینا باش بازی میکنیم میگه. خب یا مثلا میگه اینو نگاه کنید ببینید یه دونه تگ پاراگراف تگ آیدیشو چی گذاشته پی یک. خب اینا که تکراری من توش رو توضیح میدم دیگه اینا کاری نداره. میگه که برو المانی رو در صفحه که آیدیش پی یک چیکار کن انتخاب کن اگر مافس اینتر شد آرهت بده چی؟ یور اینتر پی روش رفتم چی شد؟ پیغام چی را آورد؟ آرهت داد دیگه را من میگه اگر ببین اینتر یعنی روش برم میگه اگر پاراگرافی رو که آیدیش پی یک مافس اومد روش آرهت چی بود؟ یه مسیج باکس بود دیگه بگوه احسانی را کن مافس آورد نه مافس اینجا نده اینجا مافس اینتره مافس رو توی جاوا اسکریپت بود تو جی کوئری چیه مافس اینتر و مافس ریوه. نه این نمیخواد گفتم که قرار نیست تو اینو بنویسی. نه اینجا توی این الارت چیز نمیزه سایت دبلیو سه. نه ببین این منشا اینو داره مینویسه شما مسیج باکس از اینا میدونن از چند تیکه تشکیل شده یکی سه تا چهار تا قسمت بود یکیش چی بود؟ پیغامش بود یکیش بالاش بود یکیش دکمهش بود آیکونش بود اینا چهار تاش هم میتونی تنظیم کنی. درسته چند گفتم اینا؟ هم میبین بچه سوالایی که میپرسن چون وقتی من ازش پرسیدم گفت من کلاس اومدم اینا رو بلدم خیلی کار کردم ولی
میدونم. نه خواهم بس میدونیم موضوع چیه. ببینید بحث بعدی، خب من مافس ریوه مافس داونه کلید و فشار بدی و نمیدونم مافس آپ مافسشو بری کنی و خب اینجا have our method test function and its completion on mofs inter and mofs key. یعنی بگی گوش و یه دفعه ازش خارج بشی اجرام میشه و باید بگی گوش و از گوش حرکت کنی، یعنی گوش بگی نه و میشه mofs inter، بگی گوش و ازش حرکت کنی این اتفاق میفته. این دیگه خودتون بخونید. فوکوس هم که وقتی یک چیزی گوش اینطوری بشه فوکوس میشه، گوش آبی میشه هم فوکوس میشه. فون فیلم دوستم میمینیم بزنین روشونتون بدن. یه تگ فرمی گذاشته تو صفحه، نگاه کنیم بچه، این مهمه. اومده یه تگ اینپوت واسه چی بود؟ از المان های تگ فرم بود دیگه. میگه که اینو بذار توضیح بدم. خب این قسمه میگه انتخاب کن المان هایی که کسی از نوع اینپوته. وقتی که فوکوس میشه، یعنی گوش اینطوری میشه، این فوکوس شده، میبینید چی شد؟ فوکوس شد. میگه وقتی فوکوس شد براش بکگراند اختصاص میده. میبینید الان سفیده، میگه بکگراندش رو چیکار کن؟ سی سی خاکسترش کن. از چیکارش کن؟ اف 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 چی بود؟ سفید بود دیگه. نگاه کن وقتی از انتخاب خارج میشه سفید میشه بکگراندش، وقتی انتخاب میشه چی میشه؟ توسی میشه. اینا دیگه از پایینش میشه. فوکوس دورایسی بیرون اومد ازش، یعنی جزء این نبود، در هر از فانکشنش چی باشه؟ ایز منطقی هست، ایزی که نوشتنی نیست. یعنی میگه اگر این بود، این اتفاق افتاد، این شکلی بشه، نشد رنگش سفید بشه. نگاه کن جد شده بچه اینا چیگه؟ ببین وقتی میگم روش فوکوس میشه، وقتی از روش در میگم این حالت چی پیدا میکنه؟ بود نمشخص و باید ازگاش کنید. خب بگیم این های دو سیاد شونه هم بگم بزینا. اولین از جیده جاره به جیکار اینجا شروع میشه. نگاه کنید زمان مثلا این پارا ببینید، میزنم هاید، میزنم شو. ببینید اینو که نخوندیم، هایدو شو که خوندیم دیگه، داد هایدش کن، داد شوش کن، این که آسون. خب اینجا ببین، از اینجا قدرت جیکوری شروع میشه. نگاه کنید میزنم هاید، یک کمی تو کشه چی بشه؟ هاید بشه. نگاه کنید نوشته دولار باتن در کلیک، نوشته هاید بیس زمانه، میگه یه میلی ثانیه تو بکشین چی بشه؟ مخفی بشه. هاید زمان ازتون میگیره، چون همینو بیا تو جیکوری الان تو جاوا اسکریپت بنویس، پدرت در میاد. نیز داد هات یه میگسن، خیلی یه میگسن اسم مخفی میشه. یا داد شوش هم مثلا نگاه کنه. تو که یعنی چی؟ نگاه کن تو که. ببین. باز بشه و چی بشه؟ بسته بشه چی میشه؟ تو که. ببین این منوی باز میشه اینطوری تو که. خب از زمان بده، با زمان نشم باشن خست میشه، فکرم زمان هم داره. بگم تو من فید افت بذاری مثالاشو بهتون نشون بدم. اینه چی شدن؟ فیدینه. نگاه کن کلیک تو فیدین، ببین دایف که این نوشته. ببینید اومده یه سری دایو، یه دونه تگ دایو درست کرده، سایز داده بهش رنگ داده. یه دایو دو رو درست کرده، سایز داده رنگ داده. یه دایو سه درست کرده، سایز داده چی داده؟ رنگ داده. خب سه تا دایو گذاشته به این شکل. بعد اومده نگاه کنه گفته دو رو داکیومنت داد ریدی، درسته؟ داد ریدی فانکشن که نش ثابته. گفته وقتی روی این باتن کلیک شد چیکار کن؟ دایو یک سری فیدین بشه، سری ظاهر بشه. دایو دو چطوری بشه؟ آروم. دایو سه چطوری ظاهر بشه؟ تو سه میلی ثانیه. مثلا به من بذار 5 میلی ثانیه. نگاه کنید بذار اینو ران کنم دوباره. ببین پایینه چقدر طول کشید ظاهر شه؟ 5 ثانیه، 5000 میلی ثانیه میشه 5 ثانیه طول کشید. تو شد این آقا
مثلا یکی میخواییم توی هم تستش کنی، بذار یکی هم اینجا تست کنم، هی اینجا استفاده میکنم. فقط نوار خودتون که استفاده میکنید یادتون باشه اینو پاک کنید، بروز رو بزنید، از جیکو این انتخاب کنید، کنترل اس اف دوست داخل. وقتی اینو میزنم به پایینه چقدر تو کشید؟ این قدرت جیگوئینه ها با انیمیشن و کار کردن و اینجوری خوشگل کردن سایت خیلی مرتبطه. حتی تو سایت ها میبینی یه دفعه مخفی میشه، ظاهر میشه، میچرخه ورون ورون میگه، اکثرشون با چی هستش؟ با جیگوئی هستش. خب الان اسلایدش بیم، اسلاید بزنیم یه مثالش نشونتون بدم. ببینید بیم میگن چیه؟ اسلاید داغ ببینید نه اومده یه دونه پرزنتیشن ها رو با اینو انجام میدن؟ نه پاورپوینت رو نه، بعضی رو با جنگی ببین پرز تحت وب ده، اونو خودشون اینطوری نیست ده. تو ببین یه سری مثلا یه نرم افزاری هست، بذار اسمشو بهت بگم، مثلا پریزنتیشن درست کردنه، این نرم افزاری که پریزنت درست کردنه یک حالت فرش بهت میده، فایل چی میده بهت؟ سویش یا فرش میده، اون فهم میکنه با این سویش و فرش با این فهم میکنه. این کد جیکوئی واسه وبه، فقط وبه، تو اونی که میبینی وسط باز میکنه فرشه، اون یه داستان دیگه است، باکو مدیا فرش هستش که نگید دنبالش، چون بخوادم بحث امنیتی همه بروزرها فرش رو چیکار کردن دیگه بسته، میخوان دیگه اصلا کلیم دیگه منصوب شد دیگه، چون باگ امنیتی بزرگی داره توش، نمیشه بستش. برای شما هر سایتی که فرش داشته باشه بزنید باز نمیکنه، ازت میپرسه باز کنم یا نه، اول ازت میپرسه امتحان کنید فرش رو. خب ببینید چقدر راحته، اومده یه دونه دایو گذاشته، اسمش گذاشته چی؟ پنه. اسم آیدیشو گذاشته پنه. بعد اومده گفته شارپ پنه رو شارپ فیگ پیانی چی؟ آفن آیدی های استایل سی اس اس دیگه. ببین یه استایل گذاشته، یه دون شارپ پنه گذاشته، گفته پندیگش پنز باشه، نمیدم تکسترانی سنتر باشه، بکگراند کارش این باشه، بودرش این رنگ باشه، این سایز باشه با فلان رنگ. درسته؟ اینه منظور. بعد ببین گفته که پنل موقعی که تو صفحه باشه چی باشه؟ دیسپلیش نام باشه، پنل دیده نشه. بعد اومده تو جیکوئری گفته بیا موقعی که روی این دلار فریپ من کلیک شد، بخش شارپ فریپ من کلیک شد، شارپ پنل منو آروم آروم چیکار کن؟ نمایش بده. از نه خیلی تو وب استفاده میکنید، از این متنی رو میذارید کلیک میکنه میاد پایین، دوباره میذارید میکشه بالا. بگم اینجا میدیم بیان مثالاش با یاد بگی، نگاه کن اسلاید آب اگر روش کل کنم چی میشه؟ بسته میشه نه اسلاید آب. یا مثلا این یکی یه بار میزنی باز میکنه، یه بار میزنی میبنده. توگر یعنی چی؟ آب و داو دوتا با هم توگر، درست تلفظش درست گفتم؟ توگر؟ تاگر؟ تاگر، آره تلفظش تاگر، من تلفظم درست نیست تاگر. خب اینم هست، این همین قسمت های اصلیش، میچرخونیمش، رنگا رنگش میکنیم، بازی میکنیم دیگه، بازی کردن با انیمیشن هاشه. خب بریم هم ببینیم چی کار میکنم. میگه که استارت انیمیشن، ببینیم میگه که آقا وقتی این کلیک کردم اونی که اون تگ دایوامون، تگ چی؟ داینامون انیمیت بشه 250 پیکسل به سمت افت. واسه اینا اینطوری نمیشه، خیلی آسون شده. نگاه کن یه بار فرمتش یاد بگیری دو دقیقه میشه دلار مثلا دایو انیمیت کن افت 250 میفرست 250 تا به سمت راست. آره چرا نمیتونی آیدی بزنی؟ این چون میخواد مثاله آره دیگه، گفتم سلکتورا دست خوده دیگه، ارمان آیدی یا ارمان تگ میدی، تگ HTML میدی، یا آیدی میدی، یا کلاس میدی، ستاش خودش گفت دیگه سلکتورا چنده، دوتا هم داشت ستایه بزنی همه هست، دیسم بزنی چیه؟
کالنته. خب اینم که گفتیم. خب انیمیت استوب. خب ببینید، یک اومده دایوی تحت عنوان پنل تعریف کرده، توی این پنل گفته این به صورت عادی در صفحه مخفی باشه، بعد اومده به اینا یه خصوصیاتایی رو داده، گفته 5 پیکسل سایزش، فونتش این باشه، سنتر باشه، رنگ باشه اینا. بعد ببینید نوشته وقتی رو فیلیپ کلیک میکنم این شروع بشه بیا پایین، وقتی روش کلیک میکنم بیا پایین. بعد یه دونه کد دیگه بهش اضافه کرده، میگه اگر روی این کلید چی استوب، این کلید چی استوب، چطور این استوب نده اینجا، ببینید به این کلید آیدی چی داده اینجا استوب، میگه اگه روی کلید استوب کلیک کردم چه اتفاقی بیفته، انیمیشن ما متوقف. ببینید من اینو میزنم یا پایین آروم آروم، استوب کنم استوب چه دیگه دامه پیدا نمیکنه. حالا تو بیا اینو تو جاوا اسکریپت بنویس، باید ترید استفاده کنی، نمیشه اینو نوشت، نمیشه نوشت، خیلی سخته، یعنی یه نفر با خدای جاوا اسکریپت باشه اینو بتونه بنویسه. ببین این داره کار میکنه، یه کدی داره کار میکنه، تو با اینو بنویسی توی تریدی یا توی نخی تو بروزر خودشم، بعد اینه که کلیک کردین ترید استوب بشه. خیلی یعنی ببین، یعنی اینو بخوای توی جاوا اسکریپت بنویسی باور کن بکنم 300 400 خط میشه. همین به راحتی میزنی بیا پایین، ببین میاد ادامه میده استوب میکنه، حتی به میزنی ادامه میده نگاه کن استوب میکنه. یعنی دو تا خط می... اینا ببین اینا هم شما نمیخواد حفظ کنید، بعد ساده سنتونی موقعی که اینا رو میخونید شکل خوندنتون با امتحان فرق کنه. بعد سر بگم تو امتحان میاد ما خب شکل امتحانه، اما شما این شکل حفظ کپی میکنید عوضش میکنید، یعنی میایید از دبلیو اسکو اینو کپی میکنید تو سایتتون، نسبت به نیازتون چیکارش میکنید، عوضش میکنید، نه که خودتون بنویسید. این فرمتش هم ما اختراع نکردیم، گوگل اختراع کرده، اینو خودتون هم نوشتنش هم افتخاری نیست، چون اگه اونو می نویسید مثلا حسن ایرانی، شما هم اینجا می نویسید چی؟ حسن ایرانی، افتخاری نبوده. اینو شکلاشو یاد بگیرید که بتونید از سایت کپی کنید عوضش کنید، درکش کنید که این چی میگه، فقط درکش کنید کافیه. زیاد من نمیخوام اینا رو شما کد بنویسید اینا، چون اولا انقدر ابزارهای آماده هستش که اینا رو تولید میکنه، شما نمیخواید یه خطش هم بنویسید. خب میریم بحث بعدی، گزینه کاربک فانکشن. خب ببینید document.ready function، خب ببینیم callback چی کار میکنه، چه نوشته بود callback؟ آها میگه وقتی ببینید الان داره callback هم callback یعنی چی؟ قبلا نمیدونم با ISP ها زنگ، یه سری ISP ها بودن میگفتیم ازشون کارت میخریدیم، بهشون زنگ میزدیم، تلفن ما رو قطع میکرد، خودش به ما کاربک میزد، یعنی ISP به تو زنگ میزد، نمیدونم دیده بودید یا نه، یه سری کارت ها میفروختن من که هزینه تلفن نیفته، شما به ISP که زنگ میزدید شما ندیدید، فکر کنم دیالوگ کار نکردید که قطع میشد ارتباطتون، دوباره ISP بهتون زنگ میزد، من که هزینه خط تلفن میفته روی تلفن میفتن کاربک. اینجا کاربک به این معنیه که شما یه عملیاتی رو انجام میدید، وقتی تموم شد یه تابعی براتون چی میشه؟ کاربک میشه. مثلا ببینید اینجا نوشته وقتی که این هایدش تموم شد بگه پاراگراف چی شد؟ هاید شد. ببینید من یه تابع هایدی رو نوشتم که داره کار میکنه، میگه وقتی این فانکشنش تموم شد آلرت بده چی اتفاقی افتاده. آه؟ وقتی هاید تموم شد یعنی آلرت به من چیکار میکنه؟ تو صفحه چاپ میکنه. دوباره میگم ببینید این یک صفحه هاید، هاید خوندیم دیگه، یه زمان میگیره، یه اسرو میگیره، مثلا اسرو میدیوم فست. آره یه دونه فانکشنشه دیگه، کاربک داره بهش تعریف میکنه دیگه، تو قبلا به این شکل استفاده میکردی همش درسته؟
چون هم میخواد چون براش کاربک بنویسه، اومده گفته که وقتی که به فانکشن نوشته یعنی حالت کاربک بهش اضافه کرده، میگه وقتی این عملیات انجام شد میتونه یه تابع دیگه یکم چیکار کنه، کاربک کنه. این به شکل چی استفاده میشه؟ کاربکش استفاده میشه. همه شون همه فانکشن ها داره، بگو کلیکش، آن کلیکش، همه شون داره، هر اکشنی یه کاربکی هم داره. خب این هم حالت کاربکش. خب متد، خب ببینیم این چی نوشته. چین، آها چین، زنجیره، چینجین نیست بابا، چین میگه زنجیره. ببینید میگه میتونید حتی این تازه اضافه شده تو 3.2.1، این تو قبلیه نبود، من ندیده بودم، این تو نسخه 3.2.1 اضافه شده. چین یعنی چی؟ عملیات زنجیروار پشت سر هم بهش میگن چی؟ چین. چینه دیگه، درست تلفظ بچه ها؟ چینه دیگه، زنجیر. ببینید میگه که نگاه کنیم، میگه وقتی کلیک کردم بیاد تگ پی یک رنگش بشه کره، این انزام میشه، بعد 200 تا بیاد پایین، بعد 200 تا بره بالا. میتونید یه سری عملیات پشت سر هم رو به صورت زنجیروار به هم چی کنید؟ متصلش کنید. این جدیده ها، نگاه کنید، میاره اون مخفی میشه و میاد پایین. چیزی منظورش چیه؟ عملیات زنجیروار هم مثلا میتونید چند تا کار پشت سر هم بگید، با یک کلیک چند تا کار پشت سر هم رو انجام بده. خب اینا دیگه، تا اینکه ببینیم دیگه به اینا نمیگم زیاد، شما ببینید معمولا بقیهش دیگه تخصصی تر میشه. تا این حد شما از جی کوئری بدونید واسه ما کفایت میکنه. خب